صد رحمت به کفندوز اولی. این اصطلاح زمانی به کار می رود که جانشین شخص بد از خود او بدتر باشد. پیشینه ضرب المثل. در گذشته مردی بود که از راه دزدیدن کفن مردگان و فروختن آنها پول به دست می آورد و هر کس که می مرد او شب می رفت قبرش را می شکافت و کفنش را می دزدید. این مرد روزی حس کرد که تمام عمرش گذشته و هنگام مرگش است. پسرش را که تنها فرزندش بود صدا زد و گفت: من در تمام عمرم کاری کردم که مردم از من متنفر باشند. هیچ کس در این دنیا نیست که بعد از مردنم به نیکی از من یاد کند. از تو می خواهم کاری کنی که مثل من وقتی پیر شدی از کارهایت پشیمان نشوی. پسر گفت: من کاری خواهم کرد که همه به نیکی از تو یاد کنند. چند وقت بعد کفندوز مرد. مردم او را خاک کردند و رفتند. پسرش شب آمد و کفن او را از تنش درآورد و جسدش را هم بیرون کشید و ایستاده توی قبر نگه داشت. فردای آن روز که مردم به قبرستان آمدند و این وضع را دیدند گفتند: صد رحمت به کفندوز اولی، خدا او را بیامرزد. اگر کفن را می‌دزدید مرده را از قبر بیرون نمی‌انداخت.